سلام دوباره آقا، من بخش مهمونا همیشه سلام میکنم برای اینکه مهمونا خب وارد میشن دیگه، باید سلام کرد. سلام سلام، سلام. بچه خودتون معرفی میکنی؟ امیرعلی سادتی هستم، 31 سالمه، یک سال نیمه که استریم میکنم و اینکه خوشحالم که اینجا. ما هم خیلی خوشحالیم، مرسی که اینقدر کامل بود. اولین شخصی بود که به خانم مقدم ترن اعتقادی نداشت. راحت بفهم. سلام خدمت شما سویره عزیز. مبینا مقدم هستم، 22 سالمه، یه سال و نیمه که استریم میکنم، اصالتا گرگانیم ولی خب 3 ساله که کرمان زندگی میکنم و همین دیگه. مرسی که اومدی پس و اینجا حضوری داریمت. چیا بازی میکنی مبینا؟ من والا در حال حاضر چون سیستمم یه مینیکیس خیلی ساده است، یه سال و نیمه دارم زولا استریم میکنم، ولی خب خیلی علاقه به ولورانت و کال آف موبایل دارم. سیستمم خوب نمیکشه ولی تایم آف استریم بیشتر کال آف موبایل بازی میکنم. عالیه، بعدن آیدی تو بده با هم بازی کنیم. امیر علی تو چی؟ من تقریبا همه چی بازی میکنم، ولی خب بیشتر ایندی گیم بازی میکنم، سیمیلیت بازی میکنم. استراتژیک خیلی دوست دارم ولی خب استریم کردنش کار راحتی نیست، چون ویور باید بازی رو بلد باشه. در کل همه چی بازی میکنم، فقط خیلی تو آر پی خوب نیستم و اینکه شوترم افتضاحه. نه از من بدتر نیست. من ازت بتلفیلد بازی میکردی بهتر من بودی الان. بگو آره دیگه. نگاه نکردم این قصه. ای بابا خیلی بدتر از این حرفا بود. حرف گذر. کاش گفت آره. از سختی های اول استریم بگید برامون. اول تو شروع نکن دیگه. اول شما شروع کردید. سختی های اول استریم اینکه کلا دختر باشی خودش کلا سخته، وای بالا اینکه دیگه بخوای استریمر هم باشی دیگه کلی حاشیه کنارش هست، اینکه به خاطر دختر بودنت ویو میگیری و اینجور داستانا. و اینکه من واقعا یه سال و نیم خیلی دویدم و هنوز که هنوز مشکل نت خیلی دارم استریم کردن. آره ما دقیقاً فکر با یکی از بچه‌ها دیگه هم تو کرمان صحبت کردیم، دقیقاً اونم مشکل نت داشت و چیز طبیعی جای جای وطن متاسفانه مشکل نت داری. صد تا بیت داشتم بازی می‌کردم. آره یعنی خیلی، حالا درسته تهران یه لول شاید وضعیت بهتر باشه اما گل و بلبل هم نیست، قطعاً مشکلات هست. قطعاً. سختی شما؟ سختی من بیشترین سختی که یادمه یک دوربین بود، دو همون اینترنت بود، چون واقعا فرق نمیکنه چه تهران باشه چه جای دیگه، واقعا اینترنت خوب نیست. با سیم کارت استریم میکردم مشکل داشتم، مودم میخریدم مشکل داشتم، خیلی طول کشید بتونم مثلا پوینت تو پوینت بگیرم که تازه اونم نمیشه گفت خیلی خوبه، اونم مشکلی خودش داره. میگم برای منم سختیش بزرگتریناش اینا بود. حالا الان سختی ها متفاوته ولی اوایل اینا بود، اینترنت و دوربینا. الان وسایل استریمتون چقدر متفاوت شده نسبت به یه سالی پیش که شروع کردین؟ همون هاست یا چیز جدید گرفتین میکروفون؟ من بگم اول؟ آره به بعد راحت باشیم شروع کرد. الان خیلی فرق کرده، یعنی واقعا قابل مقایسه نیست، چون خیلی بچه ها خوب حمایت کردن، خیلی خوب حمایت کردن، داره بهتر هم میشه همینجوری. و اینکه به نظرم استریم همیشه جای بهتر شدن داره، اصلا یه طمعی تو آدم ایجاد میکنه، هی دوست داری بهترش کنی، کیفیتش بری بالاتر، بهتر بهتر. ولی خب سخته، اصلا راحت نیست، زمان نیاز داره، صبر نیاز داره، ولی خب خیلی بهتر. خدا رو شکر. من والا اینقدر کم و کسری دارم تو استریمم که هنوز وقت نکردم چیزی رو عوض کنم یا ارتقا بدم. فعلا همون کیفیت استریم رو سعی دارم بیشتر بالا ببرم. کیفیت اجرای خودت و بازی آره. خودت تو بعدم برسم به تنسیه. فهم کنم واقعا این مهمتر باشه، چون الان هم با وضعیت قیمت ها و شرایطی که حالا هست و سخته دیگه طبیعتاً به مثلا تو میخوای که حالا یه چیزی مثلا یه وبکمی بخری، 4 روز دیگه میای که پولت آماده است دیگه، اون قیمت نیست. خب طبیعتاً این قدم برداشتن هم سخت میشه. یه نکته دیگه هم که مبینا گفت و من خیلی باهاش موافقم این که چون دختری ویو میگیری، من میخوام یه سند و مدرک ارائه کنم که ما یک اختتامیه داشتیم برای برنامه مسابقات استریمرها که استریمر برتر رو معرفی کنیم. 12 نفر فکر میکنم ما اونجا استریمر
صحبت کردیم، مصاحبه کردیم. 12 نفر. و همه پسر بودن، همه از محبت ویوئراشون داشتن تشکر میکردن، لذت میبردن. تا الان ما 6 قسمت از فصل 2 فقط گذشته، مبینا اولین مهمون دخترمونه. خب تا الان ما این همه استریمر پسر داشتیم و ویو داشتن که تا اینجا رسیدن. پس اینکه تو دختری نه، صرفا تعداد دخترها کمتره. همین. من خواستم که اینو دفاعی کرده باشم. الان دیگه تمام صحبتشون احتمال میده که اولین آخرین مهمون دخترمون باشه، داره تمام صحبتاشو تو همین برنامه جمع میکنه که بگه و دیگه خلاصه حواستون باشه به خودتون دیگه. قبل از اینکه وارد دنیای گیم شین، وارد دنیای استریم شین، در واقع طرفدار کدوم گیم بودین؟ وقتی میخواستین نگاه کنین چه گیمی رو نگاه میکردین؟ من که اولویتم بازیایی بود که آف استریم بازی میکردم و همچنان بازی میکنم، چون ویو نمیگیره حقیقتش. من درگیر دنیای بلیزارد بودم، وارکرافت و استارکرافت و ورلد اوف وارکرافت و کلا خیلی درگیر اینا بودم. ولی چی شد که با استریم آشنا شدم؟ من 3 ساله که با استریم آشنا شدم، اصلا نمیدونستم همچین چیزی هست. وقتی فهمیدم خیلی خوشم اومد. بعد به محض اینکه فهمیدم دست به کار شدم دیگه، چون شاغل بودم، گفتم من باید برای این کار کنم، از این بعد پولمو تو این قضیه میذارم. خیلی برام جذاب بود. اصلا یهو عشق زندگیشو پیدا کرد. خیلی برام عجیب بود. اولین باری که فهمیدم توی دنیای گیم چیزی به اسم خیریه وجود داره، باورم نمیشد. ما داریم از گیم چه کارهای بزرگی انجام میدیم. خیلی برام جالب بود. که همه چون معمولا گیم دیدگاه بدی داشت تو دنیا، مثلا نسبت بهش بد نگاه میکردن، میگفتن اتلاف وقته، حالا اینه اینه اینه. ولی به نظر من الان دنیای استریم خیلی کار بزرگی داره میکنه. خیلی هم عالیه. تو بازی هم که بازی میکردی خوش بازی پردرآمدیه، ورلد اف وارکرافت. آره میشه ازش درآمد هم داشته باشیم تو همون فضای خودش، فضای انحصاری. آره خودش. آره اصلا اون که چرخش مالی داره، میتونین پولشو تبدیل کنین. آره دقیقاً همون دارم میگم. ولی خب استریم خودش یه بخش دیگه دنیای دیگه خودش داره دیگه. من والا اصلا نمیدونستم، اصلا نه گیم مورد علاقه ای داشتم نه راجع به استریم کردن میدونستم. بعد دیگه انقدر که علاقه به کلن یه مدت علاقه به گیم و اینجور چیزا پیدا کردم، دیگه بچه‌ها بهم گفتن چرا استریم نمی‌کنی؟ من تازه از اونجا فهمیدم یه چیزی مثل استریم کردنم پس زنده هم وجود داره دیگه. از اونجا رفتم دنبالش و الان میام در حال حاضر فقط ولورانت و کال اف موبایل خیلی دوست دارم و هدفم هم که حالا ان شاءالله سیستم پرش زودتر ان شاءالله خیلی هم بتونم این گیم رو استریم کنم. یه هو وارد گیم شده. آره مثلا علاقه نداشته بود، یه هو گیم یه استریم شدم یه هو فلان. از بچگی پیس و سگا و دیگه از این آتاری کوچولو اینا داشتم. آره اونجا تفننی، ولی هیچ مثلا هیچ راجع به استریم کردن نشینده بودم دیگه، نمیدونستم چیزی. دقیقاً همون حرف امیرعلی که گفتش که بعد جا افتاده انگار. آره. دنیای گیم شاید یکی از دلایلش همینه که دیرتر متوجه شدیم. خدا شکر الان بچه های الان نسل جدید واقعا خیلی زود دارن وارد عمل میشن. و دارم میتونم، من خیلی استریمر کوچیک دیدم، مثلا 9 ساله 10 ساله دیدم واقعا. آره واقعا فکر میکنم از ماها پیشرفته بیشتری داشته باشم. من که خودم تا حالا استریم نکردم، از تو کوچیکترم، ولی سن من فکر میکنم گذشته باشه. من میگم سوالا رو تو بپرس از من. اوکی. میخوام سوال از مبینا بپرسم که تو حالا تا یه جایی از چالشایی که به خاطر اینکه یک دختری هستی که داری استریم می‌کنی داشتی، به جز اون چه چالشای دیگه گریبانگیرت شده؟ گریبانگیر. میفهمید؟ والا چالش که زیاده، میام هم که دختر باشی خودش یه چالشه. آره دیگه همون استریمرم باشی که دیگه هیچی. بعد مثلا از چه چالشایی بگم؟ اینکه مثلا تو دونه چالش میگفتن اینجور دوستانا. ببین مشکلاتی که داشتی نمون. مثلا اینترنت. نه نه به عنوان یک دختر، مثلا اینکه تو تا حالا مجبور شدی توی یک بازی آنلاین اسمت رو اسم پسر انتخاب کنی، یا اسمی انتخاب کنی که کسی متوجه نشه دختری، یا گیمر بودنت رو مخفی کنی از کسی. آره خیلی هنوزم که هنوزم من دوستم مثلا نیکنیم مثلا الان یونیکه و نه پسره نه دختره. مثلا چیه نیکنیم؟ یونیک. یونیک؟ آره خیلی فحاشی میکنن به هم متاسفانه و میگم دیگه اینم از چالش های دختر بودنه. دقیقا یعنی نوبی و خیلی چیزهای دیگه. یعنی من الان به من گفتن یعنی من 50 دفعه تو استریمم پشتم ایستم کنم براشون هیچ تأثیری نداره. آخرش
حرف خودشون، فقط اینکه من اصلا دیگه اهمیتی نمیدم چون مهم نیست. آخه این بحث نوبی کلا یه کلکله، یعنی اصلا تو بری داخل بهتره کنی اصلا بهترین بازیستم داشته باشی بازی یده من بابا نوبی بابا فلان بابا بهترین کلمه دنیا گیمینگه. من اصلا من کلمه مشکل ندارم بهتره من هم مشکل ندارم خیلی خوبه نوبه دیگه اصلا به نظر من بهتره که گیمرها به هم دیگه بگن نوب تا اینکه اهانت های بزرگتری بکنن. آره دقیقاً موافقم. آره یه فوش خیلی محترمانه ای. فوش نیست. فوش یعنی تازه کار دیگه. تازه کار. آره تازه کاری توی این موضوع. تموم شد. اشکالی نداره. آره ولی آخه واقعا به دخترا فقط نوب نمیگن دیگه. من تو چتم ایموجی نوب دارم. ولی بیشتر اشکالی ندارم. بچه‌ها من به عنوان ایموجی استفاده میشه. ایموجیش چه شکلی؟ من نوبم اصلاً نکنه. آقا من نوبم. واقعا مشکلی ندارم این قضیه. به نظر من دیدگاه ما رو تو اهانت تو دنیای گیم تغییر میده. خیلی خوبه، باعث میشه سری حرفا رو به هم نزنیم به هم بگیم نوب، خیلی بهتره. آره برای هر چیز باحالیه. برای تو سخته چه شکلی بود؟ به من یه پسر که سخت برای من تنها سختیش هزینه هاش بوده حقیقتش. چون من شاغل بودم، الان دیگه کار نمی کنم، ولی هر چی که کار میکردم خرج سری میکردم. چون واقعا گرونه همه چیز، خیلی سخته. میتونیم نسبت بهش بیخیال باشیم ولی خب نمیشه. مثلا بازی جدید میاد، دلم میخواد بازی کنم، مخصوصا اگر استریمری باشی که تنوع گیم برات مهمه. مثلا Elden Ring الان یکی از بازیه که من دارم براش لحظه شماری میکنم، خب باید کارت گرافیکیش باشه. واقعا سخته به نظر من. بزرگترین سختیش هزینه‌هاش. آره واقعا هزینه ها تو ایران خیلی عجیب غریب هستن برای تجهیزات گیمینگ، بالاست چون فروشش رفته بالا، تقاضاش بالاست قیمتش. ایران میدونی بازار خاص خودشو داره دیگه، حالت خاص خودشو داره. انقدر بگیر تا بیام ببرن خودم شروع کردم. امیرعلی تو از وقتی که استریمو شروع کردی پله پله اومدی بالا، یعنی یهو نرفتی وارد دنیای استریم شی، یهو ویو داشته باشی و این داستانا. این پیشرفته به چه صورت بود و چه حس و حالی توت ایجاد میکرد؟ من اولین روزی که استریم کردم و یادمه دوتا ویور داشتم و اینکه بیشتر از قضیه استریم خوشم اومده بود تا اینکه بخوام این فکر کنم که ازش پول درارم. اصلا نمیدونستم قراره چی بشه، فقط دوست داشتم امتحانش کنم. کیسش رو تهیه کرده بودم چون بازی کردن رو کلا دوست داشتم. تصمیم گرفتم استریم کنم. دوتا ویو شد 4 تا ویو، بعد از مثلا یه ماه شد 10 تا ویو. من واقعا با 10 تا ویو بهم خوش میگذشت. چون بهم خوش میگذشت همینطوری ادامه دادم. ادامه دادم. بستگی داره. مثلا بالاترین حالا بیشترین مقداری که زدم 204 تا ویو بود. چند بوده برای شما؟ من خوب ثابت نبوده. بالاترین حدی که دید 300 تا بوده، ولی خب ثابت نبوده. میگم سر قرعه کشی و اینجور داستان دیگه. میان و میرن. ولی خب ثابتش دیگه 50 تا است. آره دیگه یه میانگینی تقریبا طبیعتا هم خب باید همین باشه به نظرم. من تا الان هر چیزی که از بچهای دیگه هم شنیدم همین حدود بوده فکر میکنم. آره تقریبا همینه. پلتفرمای استریمتون چیه؟ ببخشید حواسم نبود داری صحبت. آره شوخا نراحت باش. من همین تو هر لحظه حرف بزنی وسط صحبتای دیگه. آره خب یه سوال قبل از اینکه بریم سراغ موضوع، تو چرا اسم یوزرنیمت کافئینه؟ به خاطر اینکه من 9 سال از زندگیمو تو کافه کار میکنم و علاقه شدیدی به دنیای قهوه و اسپرسو دارم. آره خاطر علاقه شخصی خودم. من فکر کنم مثلا یه چیزی به گیم مرتبط باشه. نه کلا با مولکول کافئین ارتباط برقرار میکنم. خوبه. باحاله. چرا یونیک؟ بگم دلیل شما؟ آره. به خاطر اینکه من کله پاچه دوست دارم. واقعا یونیکه. آره واقعا. قبول دارم. بعد خیلی از دخترا با این قضیه مشکل دارن. از کله پاچه بعدشون میاد اینجور داستانا. مثلا. بعد هیچی نشستم فکر کردم که مثلا چه اسمی انتخاب کنم و اینجور داستانا. دیدم که خب منحصر به فرد یونیک، چرا که نه؟ بالبی چون کله پاچه دوست دارم. آره چرا نیک نیم گیمینگ یونیک چون کله پاچه دوست دارم. جواباشون رو شکم گذاشتید. کافئین اون کله پاچه. بچه توی مسابقات تابستونی آپارا شرکت کردین توی استریمر برتر؟ منم نه. برنامه‌تون چیه؟ آیا قراره شرکت بکنید یا چی؟ حقیقتاً من فکر نکنم هیچ وقت شرکت کنم. چرا؟ من از رقابت خوشم نمیاد. فضاتون فضا رقابت در مجموع. واقعاً نه، ما همون همکاریم. مسابقه رقابت ایجاد میکنه به نظر من. خب آخه دائما من از نظر من مسابقه رو استریمرا با هم دیگه داره. خیلی به نفع استریمرها اصلا شکی نیست. آره. خیلی خوبه. ولی خب میگم نگاه شخصیه.
چون سوال شخصی بود منم جواب شخصی نه کاملا گفت به تو چه نه درست میگه که من جواب ساده دادم حالا همتون داریم میگیم به تو حسین هنوز از بازی که داشته هیجانش بالاست خیلی شوخی میکنم میخوام یکم فضاشون راحت‌تر باشه براش. آره اینجوری من دیدم اینجوریه نسبت به قضیه. نه برای دیدگاه یه دیگه دوست نداره رقابت بکنه با کسی دیگه. کلا دوست نداره. جالبه. تو چی مبینا؟ من راستش قوانینشو نمیدونم. اگه ویو هم توش تأثیری داشته باشه فکر نکنم حالا شرکت کنم چون اصلا ویو خاصی ندارم. شاید با شرکت کردنش خب ویوهات هم بالا بره و یه تجربه یه دیگه. اتفاقا من دقیقا توی اون اختتامی هم میگفتم که آقا چرا ما یه دختر نباید توی این جمع باشه؟ چرا هیچ دختر استریمری نرفت سراغ این داستان؟ حالا امسال سعیمو میکنم ببینم چه جوری است. حتما شرکت میکنم. البته شاید خودتون ندونید که به هر حال امتیازاتون شمارش میشه و آره همه حواسشون بهتون تو بخوایی رقابت بکنیم نکنیم. آره اتفاقا تو لیستم بدونی که شرکت کنم جای خوبی قرار داشتم ولی خب میگم اشکال نداره مهم نیست به هر حال شرکت نمیخواستی بکنی خیلی هم فرق نمیکره چندم بشه و اینا. برنامه‌تون برای آینده استریمتون چیه؟ برای آینده تو هر جایی که بشه من استریم میکنم، یعنی هر چی از استریم پول در بیاد خرج خودش میشه. برنامه من کلا برای استریم فعلا اینه، یعنی میتونم به جرئت بگم اگر درگیر کیفیت بشی استریمر پول در نمیاره، اگر درگیر کیفیت بشی همش باید خرج خود استریم بشه. من هنوز مثلا اون پولی که برای خودم باشه رو در نیاوردم چون دوست دارم هی خرج استریم کنم، هیچ چیز بهتر بخرم، هی بهترش کنم. بالاخره یه جای اون قضیه برات نمیگم متوقف بشه اون ارتقا دادن، ولی یه جای برات کم رنگ تر میشه و میری حالا به خاطر اینکه از این رو بخوای برای جای دیگه هم انجام بدی. من راستش به آینده اصلا فکر نمی کنم، بیشتر سعی می کنم تو حال زندگی کنم و تو همین حال همه چی رو پیش ببرم، بهترینم و واسه استریمم و همه چی تو حال بذارم. اصلا به آینده فکر نکنم. هیچ دورنگاهی نداری برای استریم مثلا هفته دیگه فلان چیز بخرم سال دیگه؟ خب چرا اینطوری که آره مگه میشه کیفیت استریمو بالا نبرد؟ کیفیت استریم که برای استریمر جزو اولین گزینه هاست ولی خب میگم زیاد فکر به آینده نکردم. اینم به های شکلی عالی. اتفاقا من به نظرم شاید حتی این آپشن های زیادی هم داشته باشه این طرز فکر. آره در لحظه اتفاقا آره برای اینکه تو انتخاب های زیادی هم داری. باری که الان دمت گرم. من خیلی دلم میخواست که زودتر برسم به سوال مورد علاقه حسین ولی پله پله نه اینجا نیست. پله پله اول اینکه خودتون استریم هم نگاه میکنید از کسی و اگر نگاه میکنید ترجیح میدید که استریم های چه کسی رو ببینید؟ ایرانی خارجی فضایی؟ حقیقتش من وقتی استریم نگاه میکنم فقط به خاطر اون بازی نگاه میکنم. مثلا میتونیم اس بیاریم؟ آره. مثلا من استریم مورد علاقه‌م گرابیه، داخل تویش فعالیت میکنه، اصلا خیلی معروف نیست ولی چون به صورت حرفه‌ای بازی میکنه من خیلی دوست دارم نگاهش کنم. حرفه‌ای بازی کردنشو خیلی دوست دارم. من استریم رو وقتی نگاه میکنم به خاطر حرفه‌ای بازی کردن یه سری بازی خاصه. پس دنبال فان بودن و خنده نیست تو استریم، صرفا دنبال اینه که یه بازی جذاب ببینی. اگه خودم بازی کنم دوست دارم در حین بازی بخندم ولی وقتی استریم نگاه میکنم نه. چی استریم میکنه؟ اون استریمری که گفت ورکرافت بازی میکنه، استارکرافت بازی میکنه، به صورت حرفه‌ای بازی میکنه. بلیزارد کلا. آره. تن بلیزارد پیش میره. خودش هم همین تمو داشت دیگه. مورد علاقه‌ش هم همین بود از اول. بلیزارد بغلیاش. من راستش زیاد استریمرها رو نگاه نمیکنم ولی یوتیوب چرا؟ هر شنگوش چون داداشم 24 ساعته سرش توی گوشی و اینه که یوتیوبرها رو میبینه منم بغل دستش میبینم. کسی بوده که مثلا نظرتو جلب کنه استریمر یوتیوبری؟ یوتیوبر آره اسمش سرشناس مثلا میا پلیز آیا کیکسر اونا رو دیگه همه دوست دارم. آره. واقعا چه با هرسم نه واقعا بابا خیلی خفنن اینا رو که همه دوست دارن. خب خیلی خفنن واقعا اصلا نمیشه تو تعریف داشت قطعا بریم سراغ سال اصلی گذاشتم واسه خودم. آره گذاشت برای خودم. کدوم استریمر دوست نداری؟ همچین سوالی تو حالا نداشتم. یعنی اصلا کسی نیستم ببینی بگی اصلا فلانیه بد کنی بره. من کسی دوست داشته باشم نگاهش نمی کنم، نه اینکه بگم دوستش ندارم. خب همون یکی رو نگاه نمی کنی؟ خیلی استریمر هست که من نگاه نمی کنم. دو تا شو بگو.
شاید تو این دنیا 100 تا استریم وجود داشته باشه، من فقط دو تا رو نگاه کنم. دلیل من نیست که من 98 تا رو دوست ندارم. نمیگم دوست نداری، نگاه نمیکنی، رد میکنی. سوال عوض شد. رد میکنی. آقا مثلا ویدیو حسینت که نوب مثلا رد میکنی میره. واقعا نمیدونم چجوری جواب بدم اینو، چون هنوز پای جواب خودم هست تو ذهنش اتفاقا الان قشنگ اسمم میره میاد و تو فقط نمیخواد بگه. میدونی چرا اسم برام نمیاد؟ چون هیچ دلیل نداره چیزی که دوست ندارم و نگاه کنم، پس اسمش تو ذهنم نیست. خب درسته، از کجا فهمیدی که دوست نداری؟ یه بار نگاه کردی خوشت نمیاد دیگه. چون اونایی که دوست دارم تو ذهنمه و اونا رو نگاه میکنم. اوکی، این فکر نکنم، این تایم برمو من رو داره میبره. شما جواب بده. من راستش هم اولم گفتم دیگه، با استریم کردن آشنایی نداشتم، استریمم زیاد نمیبینم. برای خودش داره کار میکنه. من فکر میکنم که یک لحظه لایو قطع شد، رفتیم و برگشتیم. عذر میخوام بابت این مشکل، الان برگشتیم. چیز خاصی هم دست ندادیم. کل کل کردیم، اسمم نگفت. حسین گفتش که کدوم استریمر رو دوست نداری؟ شروع من طبق معمول همه استریمرها که تا الان اومدن جواب ندادن. همین. من بالاخره یه جواب از این کاش میگفتی تو اون تایم. هیچ کم نمیدی. بعد میگفتی. یه سوال. تو شبکه‌های خارجی هم کار کردی؟ مثلا توییچ و یوتیوب و من هر از گاهی داخل توییچ استریم هم میکنم، ولی بیشتر جنبه مثلا اوقات فراغتمه، نه اینکه به صورت جدی یا مثلا جدی به آن شنبه برم حتما این سر این ساعت استریم کنم. خب یه سری بازی‌ها هستن که با اون پلتفرم اینتراکت میشه، مثلا چند روزش بازی کردم که به چت وصل میشه، بعد چت توییچ میتونن مثلا تو بازی رای بدن، تو سرنوشت پلیر تاثیر بذارن. خب یه همچین بازیو من هم دوست دارم بازی کنم، هم چاره ای ندارم که اونجا استریم کنم. برای همین یه سری استثناءات هست که اونجا به خاطر اونا آره استریم میکنم، ولی در کل فقط آپاراتم. نه سال اصلی این بود که چرا بین خارجی و ایرانی تصمیم گرفتین تو آپارات کار کنید؟ خاطر سادگیشه، بومی بودنشه، یا هر دلیلی که خودتون دارین؟ خب اولش که به خاطر اینترنت بود، چون خیلی راحت‌تر میشه آپلود کرد، ویو خیلی بهتر کیفیت داره. اولویت من این اوایل استریم این چیزا بود. خب الان حق انتخاب دارم، میتونم عوضش کنم و امتحانم کردم، ولی خب فعلا آپارات برای من هیچ دلیل نداره توش فعالیت نکنم. فعلا تو وقتی چیزی بد نباشه هیچ دلیلی نداره. شما آپارات یه پلتفرم ایرانیه دیگه، من دوستش دارم. بومی بودن رو دوست دارم. آره. کله پاچه. خیلی هم عالی. راضیید از فضای استریم آپارات؟ یعنی اگر مثلا شما به عنوان مسئول بودید و می‌خواستین یه چیزی تغییر بدید توی فضای استریم آپارات چی بود؟ بیشترین چیزی که من دلم می‌خواد اینه که استریم سیف شه. حداقل یعنی ویدیوش سیف بشه و وادی که توییچ داره یه آپشن خیلی خوبه. دو، ایموجی متحرک، چون اکستنشن های 7TV و اون اکستنشن هایی که برای تویچ ایموجی متحرک داره واقعا جذابه، خیلی دوست داشتنی هست. مثلا خب من وقتی 1080 اومد خیلی خوشحال شدم، انگیزه داد که من برم اینترنت همون تغییر بدم. خب مطمئنا اگه یه چیزی بیشتر بیاد منم تغییرات خودم رو بیشتر میکنم، سعی میکنم با پلتفرمم میام بالا. من این دوتا چیز خیلی برام مهمه در حال حاضر. شما؟ تغییر نام. تغییر نام کاربری آپارات که قرار بود اردیبهشت 1400 امسال بیاد. آها. اون تا آخر سال درست میشه. اون تا آخر سال میاد. میتونم این نوید رو به این نوید رو بهتون میدیم که این قضیه درست میشه، ولی نکاتی که گفت خیلی به نظرم درست بود. به هر حال باید فضا استریمر بهتر بشه، استریمرها بهتر بشه و اون فضایی هم که خود آپارات در اختیار میذاره. و قطعاً بچهای آپارات نظراتشون رو میشنون و تا جایی که بشه، تا جایی که بتونن و توانش باشه براشون تغییرات رو اعمال میکنن که فضا برای شما بهتر بشه. مثلا موضوعی که دو هفته پیش حجت گفت سر مبالغ و پرداختش و اینا که چیز شد، گفتن بچه‌ها که حالا نوع پرداختش عوض میشه. قبل از اینکه بریم دوباره با بچه‌ها صحبت بکنیم، من نهالک رو بهتون بگم که یکی دیگه از اسپانسرای برنامه ما، که کارشون تولید بازی های بورد گیمیه که حالا توی فضای ما میتونیم بازی بکنیم و فضای خودمون باشه و اینا. ما این بورد گیم ها رو به صورت عنوان هدیه به بچه های استریمری که میان اینجا تشریف میارن میدیم. بورد گیم لوتوس که اولین بورد گیم کوآپ ایرانیه. بله. و این شکلی نیست که دو نفر، یعنی دو تا تیم با هم دیگه روبروی هم قرار بگیرن و همه یه تیم میشن که هدف بازی رو پیش ببرن. اون یکی هم وستروسه، من همیشه اینجوری میگم، همیشه یادم میره که داستان بازی چیه.
دم نهارک گرم. خیلی بچه ها اینا که با کیفیتن و آقا اگر لطف کنی که هدیه بچه ها آره رو بهشون بدی. من هنوز سخن تا سخن پایانی رو نشنوم من هدیه نمیدم. اوکی پس از همون جلو آره. باشه ولی اینجاست هدیه بچه ها. آره هدیه بچه ها پیش من جاش محفوظه. خواستم تشکر کنم به جز نهالک حامی خوب ما از پپه گالری و ایکس اینفینیتی که اون صندلی با حالا بود که اونجا بود. آره اون صندلی آره. دقت کنید حتی اگر نوب باشید بالای 15 16 تا تو بتلفیلد میکشید اگر روی اون صندلی بشینید خیالتون راحت باشه. و پپه گالری هم که میتونید اکشن فیگورایی که دارن رو از سایتشون تهیه کنید. دم هر سه عزیز گرم که حامی ما هن. دم شما گرم که اومدین و خیلی به ما خوش گذشت. مرسی از انرژی خوبتون و حسی که واقعا به ما دادید. من خیلی لذت بردم. اگر سخن پایانی دارین که خیلی خوشحال میشم بشنوم. همه چی عالی بود. دستتون در نکنه. مرسی. نه با مخاطب ها و ویورات اگر دوست داری صحبتی بکنی با خانوادت. از خانوادم که واقعا باید خیلی تشکر کنم چون خیلی هوامو داشتن، مخصوصا مامانم. چون بابا همش میگفت درس خون مامانم میگفت بذار بره پی علاقهش. و ویورا که همیشه هوامو دارن، کلی حمایت های مالی و حمایت های قلبی و دیگه کامنتو اینجور چیزا، کلی انرژی خوب. دستتون در نکنه. امیدوارم که زنده باشین، جیبتون پرپول باشه، لبتون خندون باشه، سایه خانوادتون همیشه بالا سرتون باشه. و اینکه مرسی کلی. مرسی از تو که اومدی امیرعلی. منم واقعا ممنونم. من بیشتر از چتم ممنونم. خیلی حمایت کردن، خیلی هوای منو داشتن. من میشه فقط یه حرفی رو میزنم، هر وقت مثلا خیلی حمایتای بزرگ میشه یا وقتی خیلی ویور دارم میگم کاش جای من بودین که میدونستین چه حس خوبیه، چون تنها راهش اینه که بعد جای من باشین اون حسو درک کنین. واقعا حس قشنگیه. مرسی که هستن. استریم بدون بچه‌ها معنی نداره واقعا. آره دقیقاً. خدا وکیلی استریم بدون اینکه ویورها نباشن، ویورهای عزیز نباشن واقعا معنی نداره. دمتون گرم. از راه دور اومده بودی واقعا مرسی که وقت گذاشتی این همراه اومدی توی برنامه باشی. من صحبت پایانی ندارم چون فکر کنم 7 8 بار دیگه باید منو ببینم. قطعاً من دیگه میتونم الان کادوهاشونو بهشون بدم. بچه‌ها مرسی که اومدین این خدمت شما از طرف نهالک. متشکرم. اون ورشم بگی. آره. داش میافتم. و ما بینای عزیزم خیلی خوشحال شدم که با من یک دختر گیمر و استریمر اینجا بودی. ان شاءالله که تعداد دخترها بیشتر بشن تو برنامه ما. من واقعاً این رو از دخترها میخوام که اگر بازی میکنید مخفی نکنید خودتون رو، بیاین بیرون و نشون بدید که واقعا این یک تفریح پسرونه نیست. دمتون گرم که ما رو دیدین. واقعا دم بابا هم گرم به عنوان مجری دختر از بچه استریم دختر حمایت میکنه و امروز واقعا سنگ تموم گذاشت. چند تا نکته بگیم که توی 2 هفته آینده من و آوار قطعا بیشتر میبینیم توی لایو آپارات چون برنامه زیادی داریم. و برنامه 2 هفته آینده دوشنبه ساعت 6 رو فراموش نکنید، قسمت هفتم آپارات گیم شو. از طرفی ویژه برنامه گیم آواردز رو داریم که تاریخش اعلام میشه توی اینستاگرام، پس حتما اینستاگرام رو دنبال بکنید، آدرسش رو براتون میذاریم اونجا پیدا بکنید و دنبال بکنید تا اطلاعات کامل بهتون داده بشه. یه ویژه برنامه هم داریم که اونم اطلاعاتش باز داده میشه ولی اونم توی هفته آینده. دقیقاً همه اینا لازمش اینه که اینستا آپارات گیم رو داشته باشید و توییتر دقیقاً که از تک تک برنامه ها با خبر بشی. شاید خیلی از این برنامه ها به دردتون بخوره و شاید تو برنامه های آینده شما اینجا پیش ما باشید. دمتون گرم. مرسی که همراهمون بودید. مرسی از شما که اومدین و مرسی از شما که برنامه بعدی دوباره میبینیم. خدا نگهدار. مرسی.